سلام، درس 60 رو شروع میکنیم با عنوان Success, Failure and Difficulty. موفقیت، شکست و مشکلاتی که این وسط پیش میاد. اول بریم سراغ این کلمه Success. نه Success، صدای شوا هست. چقدر این شوا مهمه؟ از کتاب اول من دارم میگم تا الان. کاش برید یه سرچ کنید تو یوتیوب این شوا رو خوب یاد بگیرید. مهمترین صدا در زبان انگلیسی. خب بگذاریم. بخش اول succeeding. خب موفق شدن توی یه کاری. بریم ببینیم چی داریم. We succeeded in persuading a lot of people to join our protest. ما موفق شدیم در چه کاری؟ succeeded in. حرف اضافه شده دقت کنیم. Persuading. Persuade یعنی ترغیب کردن یه آدمی به یه کاری. بریم متقاعدش کنی که این کارو بکنه. اینجا رو ببینید. نوشته in، یعنی البته این کلی ها، هر حرف اضافهی بعدش فعل بیاد باید ing باشه. حالا این یه دونه رو تأکید کرده. پس کلی آدم رو تونستیم متقاعد کنیم که بیان به این اعتراضی که ما میخواییم بکنیم بپیوندن. I managed to contact him just before he left his office. ببینید manage to هیچ ربطی به مدیریت نداره. Manage to شبیه همون کوده. I could contact him. یه هم چیزی موفق شدم. تونستم. ولی منشتی چیه؟ منشتی معمولاً کاریه که شما با یه زحمتی انجام میدی. مثلا فرض کنید که ماشین چرخش پنچر شده و شما با هر بدبختی بود اینه تا خونه رسوندی. خب؟ اینم همین جوریه. یعنی خلاصه با هر زحمتی که بود تونستم باهاش تماس بگیرم قبل از اینکه چی از آفیسش بره. منشتی پس این حالتو داره. دقت کنید. یک زحمتی، یک گیر و گرفتی تو اون کاری که انجام دادم بوده که این گفتم منشتی. بعد اینه که I don't think I can manage the whole walk ببخشید walk هست. میگه که فکر نمی کنم از پس کل این مسافت پیاده رویه بیام بر بیام. اینجا به معنی بر اومدن از پس یه چیزی. I think I'll turn back. من فکر کنم من بر میگرم. این منم وقتی میریم کو تو اون نیم ساعت اول من این حرف رو میدم. Manage but not succeed. اینجا نمیگیم succeed. معنیش یعنی بتونید از پس یک کاری بر بیاید. سکسید موفق شدن در یک کاری. بعدی میریم سراغ achieved و accomplished که دوتاشون تقریبا معنی های نزدیک دارن. به دست آوردنه. We've achieved و یا we've accomplished a great deal in the last year. یعنی سال گذشته موفق شدیم که دستاوردهای زیادی داشته باشیم. دقت کنید داخل پرانتز میگه both are used with quantity phrases. quantity یعنی به مقدار ربط داره. متوجه این؟ یعنی ما نمیشموریم. داریم مقادیر رو بیان میکنیم. مثل a lot of, a little. accomplish is rather formal. یک کمکی این فرمال تر هست به نسبت achieve. The company has achieved all its goals, aims, targets for this year. یعنی به چیزایی که دستاوردهایی که داشته چی بوده؟ به همه اهدافش. هر سه تا اینا معنی هدفه. Goal, aim و target. داخل پرانتز هم گفته achieve is more common than accomplish with nouns expressing goals and ambitions. میگه کلمه achieve، فعل achieve به نسبت accomplish بیشتر با اهداف و ambition چیه؟ امبیشن به اون جاه طلبی های خود آدم میگن، چیزی که شما میخوای. امبیشن همون یه جور گوله، ولی خب چیزی که شما با تمام جون دلت میخوای. بعدی Do you think his plan will come off? Come off یعنی موفق شدن. یکی از معانیش، البته بزنید تو دیکشنری 4-5 تا معنی دیگه هم داره. یکی از معانیش اینه که شما توی کاری موفق بشید و پس اون کار خوب بر بیاید. اما این جدول نگاه کنید. میگه here is a matrix for some typical collocations with succeeding verbs. یه سری از افعال رو میبینید خب که ربط به موفقیت و از پس کاری بر اومدن داره. خب مثلا اینجا ما بخش دوم این collocation داریم. اینجا میگه که با اینا میاد. مثلا شما attain رو میتونید بگید attain an ambition, realize an ambition, fulfill an ambition و یا achieve an ambition. اما با secure و reach نمیاد. یا dream با اینها دیگه من اینا رو نمیخونم. شما ولی
باید، این که میگم باید یعنی قطعی، اصلا نکنید این کار رو نتیجه نمیگیرید. اینا رو توی دیکشنری های معتبر میزنید، مثال های مختلف میخونید و بعد تلاش میکنید خودتون مثال بزنید. و حالا نحوه مرور کردن هم دیگه به خودتون ربط داره که چجوری این کار رو میکنید. روش مورد علاقه منه که میدونید من با انکی این کار رو میکنم. در بخش دوم failing and difficulty، یعنی یک کاری رو خراب کردن، موفق نشدن و یا مشکلاتی که در کار به وجود میاد. مثلا plans and projects sometimes go wrong. go wrong یعنی مشکلی براشون پیش میاد. و یا backfire. backfire یعنی نتیجه‌ای که داری برعکس میشه. شما مثلا میری اعتراض میکنی که آقا چرا فلان چیز رو انجام نمیدید، بعد میبینید ای بابا بدتر شد که، اوضاع خراب شد. این backfire. یه عده دیگه شاکی میشن که شما برای چی اومدید به فلان چیز اعتراض کرد. بکفایر معمولا چیزیه که شما قصد داشتید اتفاق بیفته اما برعکسش اتفاق میفته. بعدی کمپنیز، این بکفایر رو حالا که گفتم بگم، ببین این توپا هست، دیدید مثلا دم ای توپ شلیک میکنن، این توپای قدیمی که بهشون میگن کنن. اینا اینجوری بود که این توپو که مینداختن توش باروت هم کفش بود دیگه. این باروتو اگر خوب نمیکوبیدی باید یه وسیله میکردن توش محکم میزدن که باروت کوبیده بشه، فشرده بشه، که وقتی میترکه این توپه رو پرت کنه. وقتی اینو خوب نمیکوبیدید بکفایر میکرد، یعنی از اون سوراخ پشتیش آتیشش میزد بیرون. در نتیجه به جای اینکه به اونور صدمه بزنید به خودتون صدمه میزدید. واسه همین این فعل بکفایر اومده. مثلا اگر یه برنامه ای بکفایر کنه، در واقع به جای اینکه به شما سود برسه، به هدفتون برسید، برعکس شده، ضرر هم بهتون رسیده. واسه این میگم بکفایر. خب بعدی میگه که کمپنیز، شرکت ها، کلابز اند سوسایتیز، کلوب ها و اجتماعات، often fold through lack of success و یا go under through lack of success. یعنی چی؟ یعنی جمع میشه کاروبارشون، موفق نمیشن به نتیجه دلخواهشون برسن، نمیتونن. حالا با هر مشکلی که پیش بیاد. go under خیلی این فرماله تو صحبتهای عامیانه میاد. a plan or project may falter even if it finally succeeds. falter به حالتی میگن که هی بالا پایین داره، هی بگیر نگیر داره، هی بالا پایین میفته، تو دست انداز و مشکل میفته، حتی اگر در نهایت موفق بشه، یعنی با هزار بدبختی خلاصه به این مرحله میرسه. بعدی میگه که all your plans and hard work و یا hard efforts یعنی تلاشاتون may come to nothing. come to nothing یعنی هیچی به هیچی، به هیچ نتیجه ای نرسه. I have great difficulty، این حرف اضافه این رو میتونید بگید، میتونید هم نگید. I have great difficulty in getting up in the morning. من خیلی مشکل دارم، یعنی سختمه صبح بخوام بلند شم. آره اینم معضل بزرگ جامعه هست، خیلی ها این شکلیه. I find it difficult to remember the names of everybody in the class. اگه شما بگید find something difficult یعنی یه چیزی براتون سخته. سخته چی؟ to do something. اون to do something فعلش مهمه. مثلا اینجا میگید to remember، یادم بیاد، to memorize، حفظ کنم، یا هر چیز دیگه. پس برام سخته که اسم همه این بچه هایی که تو کلاس بودن رو یادم بیاد. اینجا میگه که hard can also be used here. I find it hard به جای I find it difficult. یه کمی informal تر میشه. بعد این میگه که it's hard و یا it's difficult to hear what she's saying. یعنی نمیشنوم چی میگه. این حالا یا صدای ضعیفه یا من دور نشستم، به سختی متوجه میشم. it's hard و یا it's difficult که این داره چی میگه. بعدی میگه I often have trouble starting the car on cold mornings. یعنی همیشه به مشکل میخورم have trouble که صبح ماشین رو روشن کنم. We've had a lot of bother with the neighbors lately. a lot of bother یعنی خیلی با این مشکل داشتیم، درد سر داریم با این یارو بغلیمون، همسایه‌مون. lately هم یعنی این اواخر. a lot of bother، بودر یا bother، اینا bother به این حالت. حرف اضافه‌ش هم with هست، فراموش نکنید.
بعد این که can you cope with three more students? Cope with جزء معدود فریزال ورب هایی که فرماله. میتونی با اینا بسازی، با اینا کار بکنی، با سه تا دانش آموز بیشتر بهت بدم، میتونی با اینا کنار بیای، هندلشون کنی به قول معروف. They've just arrived. و آخری میگه که I've got no money and my girlfriend's left me. من هیچ پول ندارم و دوست دخترم ولم کرد. I need help. I can't cope anymore. من دیگه نمیتونم به قول معروف. من دیگه نمیتونم. یا از پس این قضیه دیگه بر نمیام. شرایط منظور شرایط سخته. نمیتونم باش کنار بیام. اما در بخش word information دوباره این جدول محبوب من رو داریم. جدولی که کلمات هم خانواده رو میدن. شما واقعا این یکی از بهترین کار هست. شما باید کلمه ای که یاد میگیرید تلاش کنید هم خانواده هاشو پیدا کنید. چون یکی رو یاد گرفتید دیگه. باقی یاد گرفتنشون خیلی ساده است. من فقط اینا رو یه بار تلفظ میکنم چون معانیش مشخصه، همه رو تو درس داشتیم و شما باید برید تو دیکشنری مثال هم بخونید. Succeed verb هست، success اینا هیچ کدوم success succeed اینا نیست. Succeed، success، successful و successfully. Accomplish، accomplishment، accomplished. Achieve، achievement و achievable. Attain، attainment، attainable. Fulfill، fulfillment، fulfilling و harden، hardness، hard و hard. بخش آخر common mistakes میگه easy had great difficulty finding somewhere to live in London. Had great difficulty یعنی گرفتاری داشت. اینو جمع نمیبندیم، نمیگیم difficulties. Difficulties یعنی مشکلات، دشواری. ولی difficulty در اینجا یعنی سختی. شما با مصائب مختلفی روبرو بشی برای پیدا کردن مثلا. و یا بعدی میگه که Paul had considerable success with his first novel. یعنی یک موفقیت، موفقیت خانه، موفقیت بزرگی داشت با رمان اولش. این بخش های common mistakes واقعا نکات بسیار مهمی رو میگن و به اینا دقت کنید. هیچ چیزی توی این کتاب اضافی نیست. خیالتون راحت، کمبریج از من شما بدترین آدم، دربون کمبریج از من شما زبانش بهتره. خیالتون راحت. اینا هیچ چیز اضافه ای تو کتاب نمیذارن. برای همین هر چی که هست مهمه. به همه چیز دقت کنید. هیچ چیزی رو سرسری رد نکنید. اون روز داشتم تو انالیتیکس یوتیوب نگاه میکردم ببینم مخاطبمون چجوریه. دیدم بیشتر مخاطبمون، بالای 50% مخاطبمون بین 30 تا 35-36 ساله. سن رو میزنه توی اون وقت مثلا چه مخاطب تو چه رنج سنی هست دیگه. کسی که تو این سنه میدونه که هیچ کاری ساده به دست نمیاد. در نتیجه ساده هم از این مسائل نگذرید دیگه. ما بالاخره یه سری تجربه به دست آوردیم، فهمیدیم یه چیزی ساده به دست نمیاد. اونایی هم که کوچیکترن اونا قطعا حالا یا اگر ندونن تجربه میکنن، بزرگتر هم که قطعا میدونن. در نتیجه چون چیزی ساده به دست نمیاد شما ازش ساده نگذرید. باید همه اینا رو با بررسی دقیق، من میگم به عنوان نه با من معلم، دارم به عنوان تسهیلگر کمک میکنم که شما بهتر یاد بگیرید. ولی یاد گرفتن پیش خود شما و با اون سر کله زدن این که شما با درس میرید اتفاق میفته. پس این موارد رو فراموش نکنید. تمرین ها در صفحه بعد رو انجام بدید. سوالی هم اگر داشتید توی کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعد.